بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما کنکوریان عزیز، به امید از اینکه همه شما جور و صحتمند باشید. در رابطه با بحث ارتباط یا رابطه بین دلتا و اپسیلون در قسمت لیمیت توابع صحبت میکنیم. وقتی نوشته میکنیم لیمیت اف ایکس ایکس متقارب به ای مساوی به ال، میتونیم رابطه بین دلتا و اپسیلون را از تعریف لیمیت که در درس قبلی در رابطه با او صحبت کردیم به دست بیاریم. قسمی که در طول رابطه ما یک اپسیلون را بزرگ از صفر در نظر میگیریم و با استفاده از تعریف لیمیت یک دلتایی را که معمولا وابسته و یا مرتبط به اپسیلون هست به دست میاریم. اما در بحث کنکور، در بحث امتحانات هفتوار، از تعریف لیمیت برای دریافت رابطه بین دلتا و اپسیلون استفاده نمیکنیم، به خاطر از اینکه خیلی وقت زیاد در بر میگیره. در بحث کنکور رابطه بین دلتا و اپسیلون در توابع درجه یک زیاد پرسیده میشه. برفرض ما در نظر بگیریم یک لیمیت 4x مثبت 3 x متقارب است با 5 مساوی. اگر ما در این قسمت قیمت گذاری کنیم 5 4 ضرب 5 میشه 20، 20 جمع 3 میشه 23. لیمیت توابع 4x جمع 3 در x متقارب با 5 مساوی با 23 شده. در این قسمت ما میخواییم در این لیمیت رابطه یا ارتباط بین دلتا و اپسیلون را پیدا کنیم. اگر توابع درجه یک باشه همیشه از این نقطه استفاده میکنیم که رابطه بین دلتا و اپسیلون قسمی است که دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x داخل قیمت مطلقه. رابطه بین دلتا و اپسیلون، دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x داخل قیمت مطلقه. البته یادآور میشم و تاکید میکنم که این نکته مربوط میشه به توابعی که درجه یک هستن یا خطی. در صورتی که این مثال ما بخوایم پیدا کنیم رابطه بین دلتا و اپسیلون میشه، دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x، در اینجا 4 است چون 4 مثبت است داخل قیمت مطلقه لازم نیست. دلتا مساوی میشه به اپسیلون بر 4. و یک مثال دیگر اگر در نظر بگیریم، برفرض مثال نمبر 2 نوشته میکنیم که لیمیت 6 منفی 12 x x متقارب است به منفی 2 مساوی است. اگر در اینجا ما به جای x منفی 2 قیمت گذاری کنیم، منفی ضرب منفی مثبت 12 ضرب 2 24 جمع 6 مساوی به 30 میشه. هدف حل لیمیت یا محاسبه لیمیت نیست، ما میخواییم که ارتباط بین دلتا و اپسیلون را در این مثال داریم. در صورتی که رابطه بین دلتا و اپسیلون را بخواییم دریافت کنیم، نوشته کرده میتونیم که دلتا مساوی است به اپسیلون تقسیمی ضریب x. ضریب x اگر اینجا ما ببینیم منفی 12 است، چون منفی است داخل قیمت مطلقه، منفی 12 که در نتیجه دلتا مساوی میشه به اپسیلون بر 12. اگر این جواب باشه که قابل قبول است، اکثرا در فرمای کنکور جواب به این صورت نوشته میشه. اما بعض اوقات شاید این جواب نباشه، طرف این وسط تنگ شده باشه. یعنی ما میتونیم این نوشته کنیم که 12 ضرب دلتا مساوی به اپسیلون، اپسیلون مساوی به 12 ضرب دلتا. یا بعض اوقات به این صورت هم جواب نوشته میشه که دلتا کوچکتر یا مساوی به از اپسیلون بر 12. یعنی هر یک از اینا باشه ما میتونیم انتخاب کنیم، هر یک از این گزینه ها میتونه درست باشه. اما یک نکته که خیلی مهم است در رابطه با دریافت رابطه بین دلتا و اپسیلون از توابعی است که اونا ابتدا به صورت درجه یک نیستن. مثلا در ریاضی سنف 12 مکتب ایتی یک سوال مطرح شده، لیمیت x مربع منفی 9 بر x منفی 3 x متقارب است به 3. حل سوال، حل لیمیت هدف ما و شما نیست، ارتباط بین دلتا و اپسیلون میخوام بگم. ما نمیتونیم از این نکته ای که در این قسمت یادآور شدیم در این مثال استفاده کنیم، به خاطری که این یک تابع کسری از درجه یک نیست. اما اگر ساده سازی کنیم در صورتی که نتیجهش درجه یک میشه، ما میتونیم از این نکته استفاده کنیم. در صورتی که ادامه بدیم لیمیت x متقارب به 3، نو را نوشته میکنیم 3 مربع 2 قوس میشه x منفی 3 ضرب در x مثبت 3. در مخرج هم نوشته میکنیم که x منفی 3 این که از این خلاص میشه، نتیجه میشه لیمیتی که x متقارب است به 3 اینجا میمونه x جمع 3. اگر در این قسمت ما دقت کنیم این تابع درجه 1 است،
اینا رو میتونیم از اون نقطه استفاده کنیم که دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x که ضریب x در اینجا یک است، یکم مخرجش نمیشتم و یا ای که اگر این گزینه نباشد دلتا کوچکتر یا مساوی به اپسیلون به اساس تعریف لیمیت. و یک مثال دیگه ای که در قسمت فرم سرپول و سمنگان مطرح شده، لیمیتی که x متقارب است به 2 بر پای، دقیقا بیت یک شکل است، 4 ضرب پای به توان منفی 2 منفی x مربع بر 2 ضرب پای به توان منفی 1 مثبت x منفی x. خب یا مثبت x یا منفی x هر کدام از اینا باشه، هدف ما دریافت رابطه با این دلتا و اپسیلون. در صورتی که ما بخوایم رابطه با این دلتا و اپسیلون در این قسمت دریافت کنیم، ساده سازی میکنیم. ای لیمیتی که x متقارب است به 2 بر پای، در صورتی که پای به توان منفی 2 رو بیاریم در مخرج 4 میشه 4 بر پای مربع، و این رو نوشته میکنیم 2 بر پای کل مربع، 2 بر پای کل مربع منفی x مربع، و در مخرج در صورتی که پای به توان منفی 1 در مخرج 2 بیاریم میشه 2 بر پای منفی x. صورت را به دو قوس تجزیه میکنیم، میشه لیمیت که x متقارب است به 2 بر پای، در اینجا نوشته میکنیم که 2 بر پای منفی x در حالت ضرب با 2 بر پای مثبت x، در مخرج هم میمونه که 2 بر پای منفی x. این دو قوس با هم خط میکنن، نتیجه میشه که لیمیت که x متقارب است به 2 بر پای، در اینجا باقی مانده 2 بر پای مثبت x. تابع درجه یک هست، میتونیم از این نقطه یک قسمت یادآور شدیم استفاده کنیم. در نتیجه نوشته کردن میتونیم که دلتا مساوی میشه به اپسیلون بر ضریب x داخل قیمت مطلقه که ضریب x یک هست، به او خاطر نوشتن. و یا اگر این گزینه موجود نباشه نوشته میتونیم که دلتا کوچکتر یا مساوی به اپسیلون به اساس تعریف لیمیت، اگر بخوایم به اساس تعریف لیمیت باشه. میتونیم رابطه بین دلتا و اپسیلون رو در مثال 3 و 4 به اساس تعریف لیمیت هم به دست بیاریم، اما چون میخوایم وقت کمتر در قسمت از این سوال ظاهر کنیم، با او خاطر اینا رو ساده سازی میکنیم و به اساس این نکته ای که اینجا یاد گرفتیم به اساس از او رابطه بین دلتا و اپسیلون رو دریافت میکنیم. همین موضوع رو به صورت خلاصه تکرار میکنیم. در صورتی که لیمیت اف ایکس ایکس متقارب به ای مساوی به ال میشه، گفتیم میتونیم به اساس تعریف لیمیت در اول اپسیلون بزرگ از صفر در نظر بگیریم و یک دلتایی را که معمولا وابستگی و ارتباط داره به اپسیلون به اساس تعریف لیمیت به دست بیاریم. اما در بحث کنکور از تعریف لیمیت برای دریافت رابطه با این دلتا و اپسیلون استفاده نمیکنیم. میخواییم که در توابع درجه یک از یک نقطه بسیار آسان استفاده کنیم. در صورتی که این مثال در نظر بگیریم، لیمیت 4x جمع 6 متقارب با 5 مساوی با 23 شد. رابطه بین دلتا و اپسیلون در تابعی که درجه یک هستن از این رابطه هستن، دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x داخل قیمت مطلقه. در اینجا دلتا مساوی میشه به اپسیلون تقسیم ضریب x که ضریب x 4 است، دلتا مساوی به اپسیلون باز 4. در این مثال لیمیت 6 منفی 12 x x متقارب به منفی 2 مساوی به 3، رابطه بین دلتا و اپسیلون، دلتا مساوی میشه به اپسیلون بر منفی 12 داخل قیمت مطلقه که میشه مثبت 12. و یا گفتیم اگر این جواب وجود نداشت طرفین وسطن اپسیلون مساوی با 12 دلتا، و یا اگر او حالت هم وجود نداشت در صورت که بساس تعریف لیمیت کار کنیم این حالت هم سیز دلتا هم از کشکتر یا مساوی با اپسیلون با 12، هر یکی از این گزینه ها میتونه درست باشه. در قسمت سوال نمبر 3، سوال ریاضی صنف 12 مکتب که در اونجا بساس تعریف لیمیت کار شده، اما ما ساده سازی کردیم، این به دو قوس مزدوج یک قوس منفی یک قوس مثبت دیوایز خلاص میشه، نتیجه میشه x جمع 3، چون تابع درجه یک است دلتا مساوی به اپسیلون بر یک، مخرج یک است نوشته نمیتونیم، یا دلتا کوچکتر مساوی به اپسیلون. و در قسمتی از این سوال که سوال فرم سرپول و سمنگان است، هدف محاسبه لیمیت نیست، هدف دریافت رابطه بین دلتا و اپسیلون است. پای به توان منفی 2 در مخرج بیاریم میشه پای مربع، 4 بر پای مربع نوشته کردیم 2 بر پای کل مربع، پای به توان منفی اگه در مخرج بیاریم میشه 2 بر پای، ای به دو قوس مزدوج 2 بر پای منفی x ضرب در 2 بر پای مثبت x، ای که در زی خلاص اینی میمانه که بازم یک تابع درجه یک است. در این صورت رابطه بین دلتا و اپسیلون، دلتا مساوی میشه به اپسیلون بر ضریب x که یک است، دلتا مساوی به اپسیلون بر یک.
و یا میتونه نوشته کنیم که دلتا کوچکتر یا مساوی با اپسیلون. دوستای عزیز، این بود بحث ارتباط بین دلتا و اپسیلون که در سوالات فرم کنکور 98 زیاد مطرح شده و تأکید میکنم که این نکته را به یادتان باشه و در بحث توابع درجه یک وقتی لیمیتش مطرح میشه از این نکته استفاده کنیم به جای از اینکه از تعریف لیمیت استفاده. خداوند یار و مددگارتان.